سوال شما صبوری دادخواهانه که ممکنه باعث ایجاد دادخواهان جدید بشه. ببینید، تجربه خود من در یکی از موفق ترین نهادهای مدنی به نظر من خارج از کشور که انجمن خانواده های پروازه و شما اثرش رو در جامعه ایرانی در ماهای گذشته به خصوص دیدید، اینه که این سفر بسیار دردناکه. این سفر سفر آسانی نیست و در نهایت یک کار جمعی سازماندهی شده. انتظار داریم که در 3 ماه و 3 روز آینده که پایان مهلت جمهوری اسلامی به پروسه حل اختلاف هست به پایان برسه و انتظار داریم این یک تصویری هم حتی به مردم ایران از عدالت انتقالی بدهد. در کنار این که ما آرزو داریم و می جنگیم برای داشتن یک دادگاه عادلانه در ایران آزاد، ولی دادخواهی یک نبرد جمعی است. دادخواهی جمله‌ای رو منتسب می‌کنن به بنجامین فرانکلین که میگه تمام کسانی که اگر کسانی که آسیب ندیدند به اندازه کسانی که آسیب دیدند خشمگین باشند، آنگاه عدالت اجرا خواهد شد. شما توجه بکنید، دادخواهی از پرواز PS752 آغاز نشده و متاسفانه بعد از پرواز هم تمام نشده و ولی این جویبارها میبینین دارن به هم میپیوندن. الان شورای انقلابی دادخواهان تشکیل شده، عده زیادی از جنایت‌های مختلف در کنار هم ایستادن. چند وقت پیش حتی بیانیه منتشر شد، خانم پرستو فروهر، بازماندگان 67، خانواده های آسیب دیده، خانواده های پرواز، خانواده های 88، همه اینها اینو امضا کردند. و به نظر من دادخواهان نقش بسیار بزرگی در ایران آینده خواهند داشت. یکی از مدت‌هایی که در این منشور اومده لغو حکم اعدامه. اگر خانواده‌های آسیب دیده اولین کسانی باشند که از این حکم از لغو حکم اعدام دفاع می‌کنند، ایران آینده بدون حکم اعدام خواهد بود. این وظیفه سنگینی بر دوش اوناست و بزرگواری بسیاری دارن به خرج می‌دن، به دنبال انتقام نیستند و می‌خواهند که عدالت رو ببینند.